مخلصیم. سلام. حاج آقای موسوی واعظ از یک خاندان بنام و فعال در مشهد و چندین هزار دانش آموخته قرآنی تربیت یافته ایشون و خانواده محترمشون. ماشاءالله. آقای موسوی واعظ خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این چندین هزار که فرمودین فکر کنم در مورد اساتید ما آقای حاج احمد هروی اینا بودن. ما دانش خادم قرآن بودیم بیشتر تا مدرس قرآن. البته زمانی که ما فعالیت قرآنی رو شروع کردیم آقای رسالت دهه هفتاد، دهه اواخر دهه شصت، من 11-12 ساله که بودم مسئولیت‌های قرآنی قبول می‌کردیم. اون موقع مسئولیت قرآنی یعنی چی؟ حالا عرض می‌کنم خدمتتون. مثل اینکه مثلا یه نامه‌ای رو برداریم بریم برای مثلا پیش فلان وزیر برای یک مناسبت قرآنی، یه برنامه قرآنی، یه کلاس قرآنی، یه فعالیت قرآنی می‌خوام بگیم کمک کنیم. آره. سن کم می‌رفتیم منطقه‌ای که ما بودیم. الان شما این دکور و اینا رو نگاه می‌کنه آدم چقدر زیبا. در منطقه در مشهد، اونم مناطق پایین شهر مشهد، کار قرآنی که می‌خواستیم بکنیم جایگاه اینجوری شبیه با قرآن می‌گرفتیم. 1000 نفر 2000 نفر جمعیت میومد، یه مش بچه‌های به اصطلاح حالا میگن پایین شهری، اساتید بین‌المللی دعوت می‌کردیم میومدن، پاکت هم بهش نمیدادیم، به اساتیدی که نداشتیم که بدیم میومدن میگفتن. آره. کفشاش هم میدازدم فکر کنم. یه بار کفشای ما هم دازید. اصلا همه هم شده بود به خاطر کفشا رو ما دعوت میکرد. کفشای حاج حامد هم یه بار تو همون زحمت چکشیده دارم. محافل قرآنی که بخواه هدیه بدین میومدن برنامه اجرا میکردن. استادی بود به اسم حاج احمد هروی دیگه، استاد شاکر نجات کاملا اسم ایشون. رو سنگ قبر ایشون در مشهد نوشته ایشون 200,000 بیش از 200,000 شاگرد قرآنی. اگر کسی رفت اونجا تو بهشت رضا قطعه هنرمندان درست کردن، معروفین و پیشکسوتا و اینا رو، اولین کسی که افتتاح کرده این قطعه را ایشون اونجا دفن شد. رو سنگ قبرش اینو خوندن بدونن راسته. من خودم با ایشون مصاحبه کردم، شاگردش بودیم. از 4-5 سالگی ما کلاس قرآن ایشون میرفتیم. یه کلاه خدا رحمتشون، ایشون فکر میکنم سوزنبان بوده در جوانی. نه، تا 90 و چند سالگی که عمر کرد کارش این بود که کلاس قرآن داشت. اولین کلاس قرآنش در روز 1.5 ساعت قبل از اذان صبح شروع میشد. بعد تا نماز صبح میخوندن، بعد از نماز صبح دوباره کلاس بعدی شروع میشد. کلاس داشت تا شب. مشتری صبح کمتر بود یا نه؟ صبح یه عده خاصی می اومدن نماز شب خونه و اونایی که قطعا شما نبودید. ما نبودیم دیگه. نه. آره. ما صبح می رفتیم، بعد از ظهر می رفتیم. این استاد هروی، من خونه ایشون رفتم، از اولین کسی که مراجعه کرد کلاس قرآن ایشون در مثلا 70 سال پیش اسمش رو نوشته بود 1. بعد همینجور تو دفترها اسم اینا رو که می نوشت شماره پیوسته می زد. از 200,000 رد شده بود. از 200,000 اسمای مردم رد شد که اساتید بین المللی خارج شده از مشهد حتما ایشون رو درک کردن. یکی از قاریای مشهد به اسم آقای محمد مشمول اگه یادتون باشه و هست، الان هم جزو قاریان بنام هست، ماشین بابای ایشون رو دزد برد. من پدرم یه پیکان 50 داشت، باش رفیق بودیم، با هم ماشین برداشتیم بریم توی اون پایین شهر مشهد تو بیابونا حاجا، که میدونستیم هر کی هر چی میدوزه میبره کجا، چون قبلا کفشای ما رو میبردیم. کفشا رو میبردن اونجا، کفشا رو نه، کفشای منطقه دیگه میبرن. حالا بعد بهتون میگم کجا. تجربه داری آجا؟ بله. حالا عرض میکنم این لباس من کل علم شبرون، از هر علمی یه وجب بلدیم. توی اون پایین شهر مشهد تو بیابونا رفتیم دنبال ماشین دزدی اوراقی، گفتیم شاید اوراق کرده انداخته باشه جنازه جو پیدا کنیم. دیدیم حاج آقای هروی با دوچرخه عباش گذاشته پشت داره تو بیابونا میاد. حاج آقا، ای استاد هروی، حاج آقا سلام، دستش هم میبوسیدیم ما، احترام میکردیم. استاد قرآن بود.
آجا اینجا چیکار میکنی؟ گفت من اینجا 8 تا شاگرد دارم. ما هر چی نگاه میکردیم مثلا اونجا شغال فقط بود، اصلا آدم اونجا پیدا نمیشد. بعد میگفت تو یک کوره دهی اون عقب هست. چه خبره اینجا؟ شغال هاشا بفهمه هنوز اولش. آجا داریم گرم میشیم، خیلی با نمک صحبت میکنه آقای موسوی. هنوز ما گفتن که حاج حامد آقا روبرو نشسته، گفتم من شاید سخت بشه صحبت، چون هر چی میخوام بگم بعضیاش ایشون خودش دوست دیده خودش بوده. آره قلب تو رو با حاج حامد آقا ما خاطره زیاد داریم. اولین بار که من با ایشون اولین دوستیمون با هم آقای موسوی آقا بذار یک کانال دیگه آزادم دیگه. اگه اخوان عرب زبانم خواستن مداخله بکنن، آره ما حاضریم. حاضر چی؟ که بگن هر چی شریک میپذیر. خدا رحمتش کنه. میخواستم اسم حاج احمد هروی به این بهانه برده بشه، استاد بود، به گردن همه ما حق داشت. خدا رحم، خیلی کوشش داشت در تربیت شاگرد. یه استاد پیشکسوت دیگه ای مشهد بود، یه خاطره طنزآمیزم از ایشون من میگم. ایشون تا الان اینا که میگفتین چی بود؟ نه شروع نکرده، گفته هنوز اولشه. آقای میرزا علی رحیمی اساتید میشناسن دیگه، آقا احمد، آقای ابوالقاسم، ایشون پیشکسوت معروف. این کوچه‌ای که خونه ایشون واقع شده دوز بعدی پیدا شد. آقا رسالت دوز بعدی میگه آقای فلانی میشناسن. کوچه‌ای که خونه آقای میرزا علی رحیمی توش واقع شده اسمش هست کوچه دارالقرآن. خونش دارالقرآن بود. یه بیماری ایشون داشت که خودش در کتابشون نوشته که از هر 10 میلیون نفر یک نفر به این بیماری ممکنه مبتلا بشه. یه بیماری عجیبی نحیف شده بود. خودش میگفت که الان من اگر در وادی قرآن وارد نشده بودم، من به هیچ درد دیگه نمیخوردم. صورتشون هم سکته کرد، نصف صورتش اینقدر فکر میکنم بودن، درسته؟ خیلی کوچیک. ایشون رو کلاه پوست میذاشتن، عبا مینداختن، بلند میکردن، میذاشتن اونجا، یه چوبی به دستشون بسته، یه پارچه روش بود. اساتید بین المللی خیلی ها پرورش یافته، مدرک هم میداد، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترای قرآن میداد، مهر میکرد میرزا علی رحیمی. جلسه ایشون از منظمترین جلسات مشهد، یعنی اصلا ندیده کسی الا اینکه اونجا رفته باشه. پشت سر هم مثل نظامی ها ایشون یک کم شما میامدی از خط بیرون اشاره میکرد که برگرد تو. مثل آقای رضوان درویش کم میشه. آره کج. یه خورده کج و اینجوری میکرد بشین. دو زانو میشستی میخواستی چهار زانو بشی پشت قرآن، اینجوری میکردن، اشاره میکرد برو. میرفت بیرون دوباره میامد چهار زانو میشست. حق نداشت هیچ زانوشو عوض کنه. اشاره میکرد سری میرم. و خیلی منظم و جدی تو خونه آجای فاکر ایشون خودش تعریف کرده، من ضبط کردم مصاحبه در تاریخ شفایی آستان قدس، اونجا محفوظه اگه کس خواست بره ببینه. ایشون میگفت که توی خونه آقای فاکر که نماینده ادوار مجلس بود، حیات خونهشون آجوری بود، با اون نظمی که ایشون انتظار داشت، داشت روبروی جمعیت نشسته بود، یه دفعه نگاه کردید همه دارن به این ور نگاه میکنن، اشاره میکرد ایشون حواس باشه، چی خط ببر، خط ببر، چی کجا نگاه، خط ببر، دید همه دارن این ور نگاه میکنن، برگشت اینجوری ببینه چیه، دید یک کلپاسه، میدونی چیه؟ حاج حامد آقا میدونی؟ مارمولک. مشهدی ها به مارمولک میگن کلپاسه. البته عرب ها هم فکر میکنن میگن ابو برایس. ابو برایس؟ ابو کی؟ شنیدم ابو برایس میگن، درسته؟ مارمولک. یبنه چلپاسه هم داریم تو روایات. چلپاسه عربی هم یبنه چل. آره به مروان فکر میکنم، پیغمبر فکر میکنم، درسته آجا؟ وزق. آره اون به وزق میگن چلو. نه ما به همون ابو بریس میگیم کلپاسه. مشهدی های خیلی قدیمی میگن کلپسه. این روشو کرد طرف جمعیت، گفت که آخه کلپسه هم نگاه کردن داره. چیه کلپسه دیگه؟ این کلپسه یه مرتبه دوید رفت تو جمعیت، اینا هم چون همه حواسات توجه بود دیدنش، همه قرآن ها رو برداشتن بلند شدن از جا، داد و جیغ و داد و ایشون هم شروع کرد که آخه
کلپسه ترس داره، جیغ و داد میکنین، قرآن دستتون خجالت بکشین، یک کلپسه اینقدر ترس نده بشین. کلپسه نامردم دور زد رفت تو پاچه شلوار خود حاج آقا، گفت یا ابوالفضل. آقای همچین بلایی هم سر من اومده یه بارا. کلپسه رفت آقا تو پاچه شلوارتون؟ نه سوسک. موقع خوندن؟ نه وسط اذان. اذان و اذانه تو مناره. کلپسه بدتره. این شما نمیدونین کلپاسه اگر رفتین یه جای مسافرت بهتون بگم جوراب دیدین کلپاسه هست جوراب پاتون کنین، این شب که خوابی میاد کف پات میلیسه، میدونستی؟ اینو گفتم به یکی از بچه های قاری بین المللی تو عراق، گفتم کلپاسه دیدیم، گفتم این شب که خوابی میاد میلیسه، گفتیم دیگه، حالا اونم باور کرد. نصف شب خروپف میکرد مثل بعضیا، بعد با شست پا اینجوری خواب بودیم، کشیدم کف پاش، این خیال کرد کلپاسه بود، باورشیم. آقا یه مرتبه پرید گفت سید به خدا لیسید. حالا حاشیه نریم آقا، الان اینا حاشیه نبود. نه میگم نریم حاشیه دیگه، برگردیم بفرماییم جرب قرآنی مشهد. شما قرآن هم یاد گرفتی تو اون کلاسی؟ نه ما موازم کفشا بودیم، کفشاشو میدوزیدن یه دمپایی آبی از تو دستشویا برمی داشتم، استاد ببخشین دیگه قدم رنجه کردین ببرم. بنده خدا با یک دمپایی با یک کفش چرمی میومد با دمپایی دستشویای مسجد، باز میرفتیم بانی پیدا کنیم برای دستشویای مسجد، به خود حاج آقا میگفتیم کمک بکنین که ما دمپایی. و حاج حامد آقا من مسافرت زیاد رفتم. زنده باشی تا... آقا حامدو ببینی خدا وکیلی. آرزا حامدو اینو نشون ندید دیگه، برنامه خراب میشه. نصف مردم برای حامد اومدن الان این عکسش رو میبینن دیگه چیز میشه. مشهدی ها میگه کسی رو ندیده بودن واسه این تیپ میومدن. وجدانن تیپش بده، الان خوبه. آقا هر کی جرأت داره عکس 20 سال پیش خودش رو نشون بده. آفرین آفرین، خوب بود خوب بود. آقا حامد جان این سید وسط شما، این سید بزرگوار کیان؟ پدر جناب آقای موسوی. بله پدر آقای موسوی. انسان... بله چقدر آقای موسوی واعظ، آقای موسوی واعظ چقدر بزرگوار، چقدر بزرگوار در قید حیاتن آقا. نه خیر، ایشون تقریبا 15 سال پیش ایشون، خب اولا اجازه بدین که به روح همه درگذشتگانمون این سید جلیل القدر و بزرگوار آقای موسوی واعظ یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. حامد چند سال پیش این عکس؟ بیش از 20 ساله. چقدر این سید بزرگوار بودن حاج آقا. نه دیگه سال فکر کنم 81 بود. نه همه جوون، که 78 بود. 78 همچه چیزی شد. خب میفهمم. پدر من بسیار، نگه پدر من چون هست بگم، خوشمشرب بود. جد ما هم که از به حساب مراجع کبر سن 100 ساله بوده پدر ایشون، ایشون به دنیا آمده دیگه، شما حسابشو بکن. خیلی ممنون. 100 ساله بوده حاج آقای، 100 ساله بوده حاج آقای رضوان، 100 ساله بوده. بعدش هم 5 تا 4 تا 5 تا عمه های ما به دنیا آمدن. از مشهد 12 سفر پیاده کربلا مشرف شد. جزء از حرم امام رضا خیابون تبرسی که وارد میشین سمت راست کوی افضلی پدر ایشون هست، که من الانم اون هتلایی که ساختن آدرس کوی افضلی مرحوم سید. ایشون خیلی اهل قرآن بود و همیشه تبلیغ میکرد با قاری قرآن، میومد عکس میگرفت اینجا نشسته بودن، بهشون سر میزد، تشویقشون میکرد که این صوت خوش شما، استدلالش هم این بود، میگفت ما فارسی صحبت کنیم فقط فارس ها میفهمن، عربی صحبت کنیم، عربی مسلط بود، فقط عرب ها میفهمن، انگلیسی صحبت کنیم، اما شما وقتی قرآن میخونید همه میفهمن. صوت خوش، حتی اگه معنیشو نفهمه این بالاخره میپرسه که این چی بود. آفرین. الان وقتی تو بعضی کشورها قرآن رو آتیش میزنن، خدا عذابشون زیاد کنه، خیال میکنن اینا نفهمن، خیال میکنن که این الان بد شد برای قرآن. یا آمار در بیاریم ببینیم چقدر یک کسی در قم در جامعة المصطفى، من ازش پرسیدم گفتم شما مستبصر بود مسلمان شده، گفتم چی باعث شد مسلمان بشی؟ گفت آتش زدن قرآن. قرآن آتش زدن. گفتم چیه؟ رفتم خریدم خوندم مسلمان شدم.
اشتیاقم بیشتر. پدر من بسیار آدم با ابهتی بود. در این ابهت بسیار خوشمشرب. ایشون شبای جمعه سالها آبگوشت میداد. به ما وصیت کرد که این جلسه آبگوشت شبای جمعه تعطیل نشه. میگفت ما اولاد هاشمیم. سمیت هاشمو به هاشم لانه یحشم علاقم. آبگوشت میداد هاشم. میدونین هاشم لا. اخوان عرب میدونن لا. که استاد حسنین حبیبی آره یحشم الثرید یحشم یعنی نون ترید میکنن یحشم یعنی این سفره‌دار بود آبگوشت میگفت ما اولاد هاشمیم سفره آبگوشت جد ما باش چه میدونست میخواد گوش بشه که خیال میکرد کیلو 2000 تومان میمونه تا ابد ما ازدواج کردیم به سفره آبگوشت وصیت پدر موندیم آفرین سید آفرین ولی آقای رسالت نذاشتم تعطیل بشه نذاشتم تعطیل بشه حتی یک نفر شب جمعه میومد این آبگوشت درست میکردیم سه برادریم یه برادر من در حاشیه شهر مشهد الان مشغول کار جهادی اونم معممه یه برادر کوچیکتر از اون در ریگان و در اونجا کار جهادی میکنه در یک منطقه خیلی دور افتاده مستقر شده اونم معممه گوشتتون چیه حاجی؟ گوشت گوسفند میدیم الان خدا میدونه به جایی میرسید که میرفتم تو قصابی میگفتم یک کیلو قلبگاه مثلا نیم کیلو که این آبگوشت تعطیل نشه الان در قم در مؤسسه خودمون حسینی اهل البیت هر شب جمعه 300 نفر 400 نفر میان آبگوشت میخورن با نیم کیلو گوشت داره ماه رمضان تعطیله آبگوشت خاصیتی داره که کم نمیاد آره مشهد تکی عاشق محمد تقی رفته بودین آبگوشت میداد من مسئول شیر و آب بودم میامد دمده خیلی خوب میامد میگفت آقا جمعیت آمده عاشورا باز کن ما چهار تا بچه پای شیر آب باز میکردیم شیلنگا تو دید اینقدر خوشمزه بود همه دوست داشت آقای رسالت جان عرض کنم خدمت شما در همون امکانات کم تو مسجد کرامت مشهد شبی نبود شیشه نشکنه درسته حاج حامد حاج جواد فروغی میامد حاج حامد شاکر نجات میامد اینا مسجد به اون بزرگی پر میشد خیابونای کوچه اطراف پر میشد از نرده های بیرون میگرفتن بیان نگاه کنن حامد داره میخونه این اوج میگرفت اونم از خود بیخود میشد کله میزد شیشه رو میشکرد رو سر مردم اینا کلی الان پول شیشه های مسجد بدهکارن توی چقدر نخبه پروری شد در همون دوران در همون دورانی که هیچی نبود آقا ما آمدیم بریم عراق با رفقای قرآنی توی فرودگاه یک عده‌ای آمدن به ما گفتن که شما بیا مورد سوء استفاده قرار گرفتن رو میخوام بگم بیا روحانی کاروان ما باش مدیر کاروان گفت آقا ما گفتم من روحانی کاروان مجلس زیارت هستم ولی شما مگه نگفتن نه هیچ گفتم حالا که میخوام بریم کربلا بچه ها هم قارین با اینا باشیم اعمالشون هم بهشون یاد بدیم مسجد کوفه باشون میام باش آقا ما رفتیم یه پیرمردی تو فرودگاه یه تسبیح تربت گفت آقا برای چی با تسبیح پلاستیکی زیک میگین تسبیح تربت بگیرین زیک ما یه ساده تسبیح تربت گرفتیم گفتم آره ثوابش بیشتره سوار هواپیما شدیم رفتیم یکی از این خانمایی که توی کاروان بود اینو گرفت پلیس بغداد از این مواد مخدر کشف کرد از اینجا این رفت از اینجا رد کرده و اونا گرفتن آقا گفت باید برگرده ایران گفتیم که آقا اینا همه این پیرمرده که من تسبیح داد و حاجی بود و اینا آمد به من گفت که شما بیا اینو شفاعت کن گفتم آقا آخه تو تریاک آوردی من میام شفاعت کنم میگن برای یه آوردی نمیشه هم چیزی که گفت که حاجی ای تو عمرش کربلا نرفته شوهرش مریضه معتاد بوده اینه مجبور کرده گفته برای من اینقدر بیار اینا گرفتن اینقدر که میگن نیارین آقا تو اگه مکه بود که اگه حج بود که میکشتنش حالا اینجا گفتن برگرد گفتم حالا من سعی خودم میکنم ولی بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری با خودم خوندم رفتم جلو این افسر عراقی ایستاده بود احترام میکنن گفتم که آقا من نیامدم اینجا که شما کار غیر قانونی بخوام و اینا میدونم اینجا نوشته القانون فوق الجميع گفتم القانون فوق الجميع ولی خب ما اجدادمون شفیعن بالاخره اینا از ما توقع شفاعت دارن روز قیامت اگر ممکنه که این کربلا بره این جنس وامونده اینو بگیرین بندازین دور گفت که سیدنا القانون فوق الجميع ولكن انتم فوق القانون و فوق كل شيء ای والله گفت بندازین توی آشغالو خلاصه آزاده بره آقا رفتیم رسیدیم توی هتل ایشون رو لرزیدن
شوهرش معتاد بود دیگه. تو چه مجبور بودی الان بلنشی؟ گفت نه آقا این این پیرمرد اومد به من گفت حاج آقا همون تسبیح تربت سید الشهدا رو بدین. گفتم تصویر میخوای چیکار؟ گرفت یک دونه از این دانه های تصویر گذاشت تای نربیکی با استکان اینجوری یه خورده چای روش ریخ، هم به لب مبارک این آقای معتاد رسید شفا گرفت. بقیهش بدآموزی داره. نه بهش گفتم خیلی نامردی، تو فکر نگردی که این بخواد پلیس عراق منو بگیره با این، بعد آبرو حیثیت لباس من و کشور و مملکت همه چیز برباد میره، تو اینجوری میای با میگه آقا شما رو نمیگیرن. تا شب باش قر بودیم، بعدم دیگه اومدن ما رو آشتی دادن، گفتن لالا احمدین زائر رو دم شما گرد، زنده باشی. خوشم زنده باشی.